همکارم برای مقدم اینجا در استودیو با ماست من اول برمون از وضعیت آرزو بدری بیشتر بگم خب از تا اونجایی که میدونیم و بر اساس اطلاعاتی که ما خودمون دیروز منتشر کردیم آرزو با توجه به شلیک کلتی که بهش شده و در مهرهای نخواه،, در نخواه مهرهای بالای کمرش قرار گرفته این شلیک در واقع به ریش هم آسیب جدی زده ریش آب آورده و در روز چهارشنبه دوباره آرزو مورد عمل جراحی قرار گرفته چیزی که الان میدونیم اینه که به هوش اومده اما امکان حرکت نداره و نمیتونه حرف بزنه یا غذا بخوره وضعیتش همچنان وضعیت سلامتش بخیمه پیش از این هم ما بر اساس اطلاعات اختصاصی که داشتیم گزارش داده بودیم که اگر چندین سانتی متر این گلوله به جای متفاوت تری برخورد میکرد حتی حرکت دست های آرزو هم از بین میرفت الان میدونیم که توان حرکت به لحاظ از ناحیه کمر به پایین نداره وضعیت خانواده در چه وضعیتی است؟ خب خانواده هم به شدت تحت فشارن ما گزارش کرده بودیم که برای اینکه بیان و جلوی دوربین اطراف اجباری بکنن مثل نمونه های دیگری که در سالهای گذشته اتفاق افتاده تحت فشار هستند که این اتفاق صورت بگیره الان میدونیم که منابع آگاه به ما گفتن که حتی از بیما... هتلی هم که هستند در تهران دیروز اجازه بیرون اومدن پیدا نکردن که بتونن برن آرزو رو در بیمارستان ببینن خب ما میدونیم که اجازه عکس برداری هم تا الان بهشون ندادن و اتفاق دیگری که افتاده اینه که حتی پزشکان نمیتونن اطلاع دقیقی از وضعیت آرزو به خانوادهش بدن نمونه تمام اتفاقاتی که در سالهای گذشته افتاده در مورد آرمیتا گراوند هم همین بود و در مورد مهسا ژینا امینی هم همین اتفاق افتاد بله ممنون از تو مقدم اینجا در استودیو همراه من